اتنا پادشاه شهر باستانی کیش بود، شهری مهم در تمدن سومریان که حالا خرابه هایش در جنوب بغداد است. او میخواست صاحب فرزند پسری شود، جانشینی برای سلطنتش. اسطوره این شاه با مار و عقابی آغاز میشود که به اوتو خدای خورشید در فرهنگ سومریان قول دادند دوست بمانند. اما عقاب بچه های مار را میخورد و مار دل شکسته قصد انتقام میگیرد. اوتو خدای خورشید به مار میگوید به شکم گاو مرده‌ای برود تا وقتی عقاب قصد خوردن گاو را داشت او را نیش بزند. همین هم میشود و عقاب با پرهای ریخته به چاهی سقوط میکند. اتنه پادشاه سومری عقاب را میبیند و شرط درمانش را بر این میگذارد تا او را به آسمان ببرد، به سوی گیاه زایایی و زندگی. پس عقاب درمان میشود و شاه را بر پشت خود به آسمان میبرد. تصویر پرواز شاه اتنه همراه با عقاب بر مهرهای دوره اکدی که پس از سومریان ظهور کردند دیده میشود. متن داستان این شاه عقاب سوار هم در الواحی گلی به ما رسیده از تمدن کهن بابل که در مرکز عراق امروز ساکن بودند، تمدنی جدیدتر از سومریان 5000 ساله. از نقش گاو و عقاب هم تنها یک ظرف به دست آمده که از دوره قدیمی تر از سومریان، یعنی دوره پیشاتاریخی عبید است. پس چرا از این اسطوره هیچ نقش یا کتیبه ای از خود تمدن سومریان یافت نشده؟ اینجاست که داستان ما از عراق به سمت ایران می آید، به جنوب استان کرمان و حوالی شهر جیرفت، جایی که آثاری از تمدنی بسیار کهن در آن یافت شد، تمدنی 5000 ساله و هم عرض سومریان، شاید هم قدیمی تر حتی. به این گاو نگاه کنید، بر پشت افتاده و انگار مرده. عقابی هم بر بالای او در پرواز است، شبیه همان اسطوره سومری است که بعدها اکدی‌ها آن را در مهرهای خود نقش زدند. اما چرا باید این نقش در جیرفت باشد؟ یوسف مجیدزاده، باستانشناسی که محوطه‌های باستانی جیرفت به سرپرستی او کاوش شده، معتقد است که منشأ داستان شاه اتنه می‌تواند از جیرفت باشد، چرا که نقش‌های گاو، عقاب و مار به دفعات در جیرفت دیده می‌شود. به این ظرف نگاه کنید که هنرمند چطور با تصویر یک مار در هم پیچیده آن را ساخته، یا این یکی دو گاو با ماری پیچیده در میانشان. جنگ بین مار و عقاب را هم در این ظرف ببینید، و از همه جالبتر نقش گاوی که ماری به دور او پیچیده، همه یادآور قصه شاه اتنه که از دشمنی مار و عقاب بهره برد و به آسمان پرواز کرد. نقش درختی مقدس شبیه به همان درختی که شاه اتنه میخواست به آن برسد و احتمالاً درخت زندگی است هم در جیرفت به دفعات تکرار شده، که البته داستان مفصل و جداگانه ای دارد. در کنار نقوش گاو و مار و عقاب در جیرفت که شبیه به داستان شاه اتنه در سومر است، نقوش دیگری هم به چشم میخورد، مثل این جانوران که در کنار تابلوی گاو و عقاب ایستادند، یا این پرنده و این جانور در کنار نبرد عقاب و مارها. میتوان حد زد که اگر اسطوره شاه اتنه از جیرفت به سومر رفته باشد، احتمالاً پروپیمانتر از چیزی بوده که بعدها در الواح گلی بابلی آمده. شاید هم داستانی که نقوش آن را در تمدن جیرفت میبینیم با اسطوره شاه اتنه متفاوت است و برای همین در نقش‌های دیگری مار را در نبرد با جانوران دیگر و همچنین در مواجهه با انسانی شاخدار میبینیم. تمام این احتمالات فعلا حدس‌های اولیه است، احتمالاتی از یک باستانشناس که سالهای زیادی درباره تمدن‌های کهن و به خصوص جیرفت کار کرده. کاوش‌های بیشتر در حوزه حلیل رود استان کرمان که به تمدن جیرفت معروف شده، میتواند رازهای بیشتری را برای ما آشکار کند. البته اگر غارتگران می‌گذاشتند زودتر به نتیجه می‌رسیدیم. کسانی که به جان یکی از مهمترین محوطه‌های باستانی ایران افتادند و اتفاقی بسیار غم‌انگیز و تلخ را رقم زدند. قصه تلخ آنها را در قسمت بعدی ایران به روایت آثار خواهید دید.